سرپرست وزارت امر به معروف و نهی از منکر در محفل فراغت دوره حدیث دانش آموزان مدرسه امام بخاری در کابل میگوید دشمنان اسلام هرگز نمیخواهند که در افغانستان نظام اسلامی برقرار باشد و نیاز است که مردم در مقابل توطئه‌های دشمنان اسلام و حفاظت از نظام اسلامی متحد و یک پارچه باشند. الله تعالی امداد و تعاون همیشه نصرت الهی افغانان و لس و ملت مسلمان و غیور شهید پرور جهاد پرور سر شوه او دا دوام بلری او منگا و تاسو با کمر با بستکو دا دغا نظام اسلامی سر با همکاری بکو ملاتر بکو او دریگو با دا زمان ستاس شریک دین ده شریک هیوات شریک ملتیو او پو ملت باندی اسلامی امارت زوریگی. برخی دیگر از اشتراک کننده ها در این مراسم میگویند که کشورهای غربی در 20 سال گذشته در افغانستان حکومت های دست نشانده و افکارشان را بر مردم تحمیل کردند و هر کدام به دنبال منفعت خود بودند. مردم به فساد میبرند، عقده مردم خراب میکنند، با کفر و نصرانیت و یهودیت و دهریت و غیره دعوت میکنن، مردم با فحشا دعوت میکنن، مردم با خلاف اسلام ساق میتن، مردم گمراه میسازن، علیه دین مردم میسازن، علیه یک نظام اسلامی مردم تربیه میکنن، اینها کلید شرن. دانش آموزان هم از فراغتشان خرسندند و بر پاسداری از ارزش های اسلامی تاکید میورزند. با تعداد تقریبا 18 نفر ما فارغین دوره حدیث هستیم و این یکی از آرزوهای دیرینه هر یکی ما بود که بتوانیم این مرحله که همانا مرحله پر از برکت، پر از عظمت و ذخیره احادیث پیامبر بزرگوار اسلام صلی الله علیه و سلم را فرا بگیریم. این 26مین دوره فراغت شاگردان از مدرسه امام بخاری می باشد.